رشته دوم در بیان شهادت و آن سه نوع است، شهادت عوام مردمان و آن تقلید محض باشد. سه نوع است: عوام، خواص، خاص الخواص. شهادت علما و آن به استدلالات و براهین متعلق باشد. شهادت عرفا آن استنتاقی باشد بعد از استهلاک. کما قیل مستهلکون به قهر الحق قد سمتو و استنتقو بعد افناؤن به توحید. و در این مرتبه سر شهد الله انه لا اله الا هو روی نماید و صورت کفا بالله شهیدن چهره گشاید. خوشبختانه اینها رو در جلسه قبل در جلسه قرآنمون اینها رو توضیح دادم. و گفتند که حقیقت شهادت که اول بنای مسلمانی بر آن است، گواهی دادن بود به افعال و اقوال بر سر عقیده خود. چون گواه دو باید، پس مجرد قول بی فعل کافی نیست. و چون گواه را تزکیه باید کرد تا قولش به محل قبول رسد، سالک را لازم باشد در تزکیه که گواهی بر نکویی سریرت جز از قول و فعل نیکو مسموع نیفتد، کما اشعار المولوی قدس سره. یک بحثی کرده، این عربی رو من ترجمه کنم. گفت مستهلکون به قهر الحق قد سمتو و استنتقو بعد افنان بتو. میگوید کسانی که هلاک شدن در قهر حق، در قهر و عظمت حضرت حق، کسانی که هلاک شدن و از بین رفتن، اینها نطقشون بسته میشه، دیگه سخنی از اینها بر نمی آید، اینها به سکوت رو می کنن. سمتو، اینها صامت می شوند، ساکت می شوند. و استنتقو بعد افنام به توحید، و بعد از اینکه فنا فی الله شدن و در توحید او رفتن، تا اونجا ساکت می شوند، هیچ سخنی از اینها نمی شنوی. بعد که به بقا بالله رسیدن، اون وقت استنتاق می شوند، یعنی اونها به نطق در می آیند و از اینها می گویند که بگو، چون دیگر جای غیر نیست، همه محرمند. و وقتی این شخص آمد در محرمیت از پروردگار قرار داشت، خدا به او میگوید بگو هر آنچه در دل داشتی، و او هر چرا داشته است به او میگوید. ولی قبل از آن چون اغیار بودند و کسانی بودند که عشق رو نمیفهمیدند، در مورد آنها امر به سکوت بوده است که نباید سخن رو گفت. بعد بحث دیگری که جالب است، گفت که شما میدانید که دو شاهد برای یک امری لازم است. ما مثلا بخواهیم یک کارهایی رو بکنیم، در معاملات هم چنین است، میگن دو تا شاهد بیار، دو تا شاهد باید عادل باشد. میگوید که تو بخواهی شهادت بدهی، مفهوم شهادت چیست؟ این که بگوی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، شهادت اینه، دو شهادته، دو تا تشهده، دو تا گفتی اشهد. میگه این نیست، این نیست که تو در زبان بگویی و در عمل به آن توجه نکنی. شهادت در عرفان چیست؟ شهادت دوگانه است، یکی قول یکی فعل. یکی بایستی قول تو، سخن تو، حرفی که میزنی شهادت دهد بر ایمان تو، و دیگر فعل تو و عملی که از تو سر میزند باید شهادت دهد به ایمان تو. یعنی دو شاهد و دو گواه ایمان تو و اسلام تو قول و فعل، نه تو لفظی که براحتی از زبان بیرون می آوری و بهش هیچ التزامی و انتصابی نداری. می گوید این شهادت، این دو کلمه شهادت که هست، اینها نیست. کلمه شهادت اصلی و دو شاهدی که باید بیاوری، شاهد قول و شاهد فعل است. عمل تو و گفتار تو نشان خواهد داد تو مسلمانی یا نیستی بی تعارف. این دقیقاً مفهوم شهادت در عرفانه. خب بعد از اون میگه که شاهد باید تزکیه شود. شهود، تزکیه شهود هم میدونید که در فقه بحث بزرگی دارد. یعنی اینکه دو شاهد که آمدن، ما از کجا بدانیم اینها راستگو هستند؟ قاضی برای اینکه بفهمد که این دو که آمده اند راستگو، اینها رو تزکیه میکند، یعنی اینها رو مزکا میکند. دو نفر شاهد عادل میآیند، به اینها بگن که اینها رو میشناسید، اینها رو به راستگویی گواهی میکنید. آن دو شاهد عادل میآیند، این دو شاهد رو بعد از اینکه جهر شدن تعدیل میکنند. یعنی بعد از اینکه اینها گفتن این دو شاهد شاهد خوبی نیستن، دو شاهد دیگر برای تعدیل این میآورند. بحث حقوقی حالا فقط من میخوام اشاره کنم. و بعد اینهایی که تعدیل شده اند در حقیقت همانند. میگوید که چنانچه تزکیه دو شاهد لازم است، عدالت نسبت عدالت دادن به دو شاهد لازم است، همچنین لازم است که این قول و فعل هم
مزکا بشه، تزکیه بشه، پاک بشه. سخن ما، گفتار ما پاک شود، از حرفهای بیهوده، از حرفهای بد اجتناب کنیم و فعل ما از کارهای بد هم اجتناب بکنیم. هست ایمان از پی پروردگی، نیست ایمان از پی پژمردگی. ما در این دهلیز قاضی قضا بهر دعوی الستیم و بلا. ما قاضی خداست و ما در این دنیا این دکه قضا هست، این جهان و دکه القضای ما این جهان است. ما آمده ایم تا خداوند ما رو قضاوت کند. خب چرا دعوی الستیم؟ الستو برای بکن قالو، بلا رو ما گفته ایم و بلی رو گفته ایم که بلا گفتیم و آن راز امتحان، قول و فعل ما شهود است و بیان. چون ما وقتی خدا گفت آیا من رب شما نیستم، همه گفتیم قالو بلا، شهدنا، ما همه شاهد بودیم، همه شهادت دادیم دیگه. بنابراین خدا وقتی گفت آیا من رب شما نیستم، ما در عالم الست گفت، ما به او شهادت دادیم و گفتیم آری چنین است. او امتحان میکند که آیا ما راست گفتیم این بلی رو یا دروغ گفتیم. اون امتحان ما چیست؟ با قول و فعل ما هست. قول و فعل ما شاهدان ما هستند در محضر قاضی مطلق. از چه در دهلیز قاضی تن زدیم، نه که ما بهر گواهی آمدیم. میگوید ما اصلا در این جهان برای گواهی این آمدیم که این بلی که گفته ایم، این بلا از سر صدق بوده است، از سر راستی بوده است. چند در دهلیز قاضی ای گواه حبس باشی، ده شهادت از پگاه، از صبحگاهان شهادت بده. چرا محبوس هستی؟ یعنی در این دهلیز قاضی که این زندگی این جهان است، اگر واقعا بگویی او تو را خواهد رهانید، از زندان خواهد رهانید. چون خدا فکر میکند که ما دروغ گفته ایم و هم بلا رو الکی همچنان بوده ایم، ما رو در این جهان نگه داشته، در این قفس زندان و در این قفس تن و زندان بدن ما رو نگه داشته است. اگر بداند ما درست با قول و فعلمون گواهی بدهیم و بلا رو ثابت کنیم، بلی گفتنمون رو ثابت کنیم، آن وقت از این زندان رها خواهیم شد. از لجاج خیشتن بنشسته ای، اندر این تنگی لب و کف بسته ای، تا بندهی آن گواهی ای شهید، تو از این دهلیز کی خواهی رهید؟ تو از این جهان رها نمیشی مگر اینکه واقعا به بلا شهدنا دست پیدا کنی. یک زمان کار است بگذار و بتاز، کار کوته را مکن بر خود دراز. خواه در صد سال خواهی یک زمان، این امانت واگذار و وارهان. این نماز و روزه و حج و جهاد، هم گواهی دادن است از اعتقاد. خب میگه که این نمازی گفتن، روزهی گفتن، اینجوری نیست که دلت پاک باشه هر کاری میخوای بکنی. من هیچ کس رو آزار نمیدهم و نماز هم نمیخوانم. خب از اینکه هیچ کس رو آزار نمیدهی کار خوبی میکنی، ولی از این جهت که نماز نمیخوانی کار شایسته‌ای نیست. اینها با هم دیگه چه ربطی داره؟ چون عده‌ای که نماز میخوانند مثلا آزار میدهند، بنابراین نباید به قول معروف نماز خوان. این میگوید که این نماز و روزه و حج و جهاد، هم گواهی دادن است از اعتقاد. این زکات و هدیه و ترک حسد، هم گواهی دادن است از سر خرد. ما به کسی هدیه میدهیم، در حقیقت سرمون رو آشکار میکنیم، یعنی ما تو را دوست میداریم. قول و فعل آمد گواهان ضمیر، زیندو بر باطن تو استدلال گیر. این گواهی چیست؟ اظهار نهان، خواه قول و خواه فعل و غیر آن. روشن اینها رو توضیح دادیم که عرض اظهار سر جوهر است، و سباقی وین سبب بر معبر است. که بهتر این رو وین عرض بخوانیم، من یک بار درستش رو میخونم. که عرض اظهار سر جوهر است، و سباقی وین عرض بر معبر است. شما میدونید عرض چیست، جوهر چیست. جوهر یا ذات در برابر عرض است. عرض آن چیزیست که بعداً عارض شود، ذات آن است که از اول بوده است. این نشان نظر نماند بر محک، زر بماند نیک نام و بیزشک. وقتی که بر محک ها طلا رو امتحان می کنند، این نشان بر
محک نمیماند، کسی با محک کاری ندارد. این نشان این گواهی بر چه میماند؟ نشانش بر طلا میماند. چه کسی بهره میبرد از این؟ طلا بهره میبرد وقتی خود رو به محک آمیخت. این صلات و این جهاد و این صیام هم نماند، جان بماند نیکنام. میگه این نمازها و این جهاد همانه طلاست. این طلا رو اگر به محک الهی زدی، خب خودت رو سفید هستی، و الان محک فرق ندارد برایش هر نوعی که باشد. جان چون این افعال و اقوالی نمود، بر محک امر جوهر را بسود. که اعتقادم راست استی نش گواه، لیک هستن در گواهان اشتباه. میگه من به خدا راست میگم، گواه همه همین نماز و روزه و زکات و خمس و جهادیست که دارم. تزکیه باید گواهان را بدان، تزکیهش صدقی که موقوفی بدان. حفظ نفسن در گواه قولی است، حفظ عهدن در گواه فعلی است. عهد رو حفظ کردن یعنی فعل من درست است، قراری که میگذاریم این قرارهامون اگر درست باشد، متعین باشیم به کارهامون، معلومه فعل ما درست است. که غالب قرار مسلمان ها هم معیوب است، وقت میذارن ساعت 9 فلان جا باشیم، ساعت 10 جمع نمیشوند. خب یعنی مسلمان ها در اینجا هم واقعا اشکال دارن، بی ملاحظه باید گفت. گر گواهی قول کج گوید رد است، ور گواهی فعل کج گوید رد است. یا قول یا فعل، هر کدام علامت هایی دارد. قول و فعلی بی تناقض بایدد. بعد میگه قول و فعلت هم، هم قولت درست باشد هم فعلت، بعد قول و فعلت هم بی تناقض باشد. سخنی که میگویی حرفای خوب میزنی ولی افعال بد انجام میدهی، این هم درست نیست. نمه تقولونه ما لا تفعلون، چرا میگویید آنچه را که نمی عمل نمی کنید؟ چرا میگویید آنچه نمی کنید؟ چرا چیزهایی رو میگویید حق ندارید؟ چرا این همه دعوی هست؟ من هی میگویم این همه آدم دارن ما رو نصیحت میکنن، درسته؟ این شبکه های عظیم رادیویی همش باز کنی همش دارن تو رو نصیحت میکنن. تلویزیون رو باز کنی همش، حالا نصیحت ها قبلا ما دیده بودیم 60-70 ساله ها نصیحت میکرد، الان جوان 25 ساله رو گذاشته داره نصیحت میکنه، جوان 20 ساله گذاشته نصیحت میکنه. این نصیحت به هیچ دردی نمیخورد. چرا اثر نمی کند؟ چرا این همه سخنان ما میشنویم، سخنان خوب میشنویم ولی در ما اثر نمی کند؟ علتش اینه که خودشون فاعل نیستند. آن کسی که اینها رو میگوید فاعل نیست. اگر فاعل بود، اگر خودش عامل بود به حرفایی که میگوید، البته مطمئن باشید در همه ما اثر میگذاشت. مطمئن باشید. این راز این قصه است، راز سخن گفتن اینه. اگر دیدید سخن کسی به دلتان می نشیند، بدانید که او به آن عمل می کند خود. اگر دیدید که نه به دلتان نمی نشیند، بدانید او خود عمل نمی کند. این محک خیلی محکم و استواری است. این که یک جوان نورسیده بیاید و در تلویزیون 10 دقیقه مرا نصیحت کند، واقعا منفورترین مسئله هست که برای خود من یا برای هر کدام از شما. به خاطر همه هیچ وقت این اتفاق نخواهد افتاد و این به سرانجام و فرجام نخواهد رسید. رفتن پس چنان کن فعل خود، کو بی زبان باشدش حد گفتن و عین عیان. تا همه تن عضو عضوت ای پسر، باشدش حد گفتن اندر نفع و ضرر. در نفع و ضرر باید یکی باشی، سخنت فرق نکند. چون به ضرر توست چنان حرفی رو عوض کنی، چون به نفع توست حرفی رو عوض کنی. رفتن بنده پی خواجه گواست، که منم بنده این مولای ماست. جنبش ما هر دمی خود اشهد است، که گواه ذوالجلال سرمد است. گردش سنگاسیا در اضطراب، اشهد آمد بر وجود جوی آه.